برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. با سلام، در خدمت آقای دکتر ابراهیم قربانیان هستیم در رویال تایم تیوی در برنامه گفتگو با متخصصین که سلامت و ثروت در این برنامه گنجایش شده میشه و ایشون پایه‌گذار مطب‌های دندانپزشکی آوادنتال هستند و در قسمت سلامت این سلامت و ثروت برنامه ما محبت میکنم و توضیحاتی در مورد آوادنتال به ما میدن. آقای دکتر خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون. محبت کردین، به برنامه متشریف آوردید. خواهش میکنم یه توضیحاتی در مورد آوادنتال بفرمایید. ممنون. خوشحالم در خدمت شما هستم. خوشحالم در خدمت بینندگان عزیز. برنامه رادیویی داریم. یه دفعه حواسم توی رادیو رفت. در خدمت بینندگان عزیز هستیم. خیلی جالبه آشنایی ما با دکتر دولتشاهی. یک سال و 20 روز پیش بود تقریبا که پدر من فوت کرده بودن و شما و همسر گرامیتون تشریف آوردین برای مجلس ختم ایشون توی اورنج کاونتی. خیلی لطف کردید و واقعا بزرگواری کردید، چون که شناختی روی شما قبلا نداشتم، ولی شما گفته بودین به هر حال یک هموطن اینجا فوت کرده و تشریف آوردن اونجا. چه همسر بسیار بزرگی هم داشتین و متاسف شدم که تازه که شنیدم که ایشون هم به رحمت خدا پیوستن و متاسف شدم که من خبردار نشدم که به هر حال بیایم. به هر حال راهیه که همه ما باید بریم و یک مسیری که همه ما باید طی بکنیم، ولی به هر حال اعمال ما اینه که توی این دنیا ما چی کار میکنیم و اون کارناممون چیه و آخر کار چی میشه. به هر حال ما قدمی که برداشتیم برای سلامتی تمام بدن، خب قدم بزرگی برداشتیم، چون که مطب‌های آوادنتال هدف اینه که نه تنها در سراسر آمریکا بلکه در سراسر دنیا بتونیم شعبه‌های دندانپزشکی داشته باشیم، شعبه‌هایی که مستقل هستن ولی در این حال از یک استاندارد به خصوصی برخوردار باشن و این استاندارد بتونه یه جورایی برای دندانپزشکای دیگه‌ای که آوادنتال نیستن اونا رو هم راهنمایی بکنه که بتونن نه تنها سرویس خوبی به مریض بدن بلکه بتونن در سلامتی کلی مریضا بتونن تاثیر بزرگی داشته باشن. همونطوری که خدمتتون داشتم امروز عرض می‌کردم، خانم دکتر دولتشاهی 70 بیش از 70 درصد بیماری‌های بدن، یعنی بین 70 تا 90 درصد بیماری‌های بدن از دهان شروع میشه و دهان کلاً یک محیط بسیار خیلی خشنیه، میتونه جرم و به خاطر اینکه واقعا خیلی از چیزایی که ما دست میذاریم دست و دهنمون میکنیم، یک ممکنه چیز آلوده‌ای رو در دهان بذاریم و خیلی از باکتری ها چیزای مختلف از دهان شروع میشن و به بقیه بدن انتقال پیدا میکنن. اگر ما دهان تمیزی داشته باشیم، دهان سالمی داشته باشیم، لثه های سالمی داشته باشیم، میتونیم تضمین بکنیم که از 70 تا 90 درصد بیماری های دیگر رو میتونیم نداشته باشیم. و خلاصه دندانپزشکی در ایران واقعا دندانپزشکی بسیار خوبیه. من با دندانپزشکای زیادی در ایران در تماس هستم، همکاری دارم باهاشون و انشالله در آینده نزدیک همکاری بیشتری خواهیم داشت. مطب‌های آوادنتال به زودی در سر تا سر کشور عزیزمون ایران، کشورهای فارسی زبون دیگه مثل افغانستان، تاجیکستان و کشورهای غیر فارسی، اینا شعبه های مختلف خواهیم داشت و از همه دندانپزشکان در سر تا سر دنیا دعوت میکنیم که با ما تماس بگیرن و اگر مایل هستن که جزو یک کادر دندانپزشکی گلوبال
به قول معروف خانم دکتر دولت‌شاهی، بعضی وقتا ممکنه من لغت انگلیسی استفاده بکنم، خدا نکرده بینندگان به حساب این نذارن که ما به اصطلاح چی میگن، بعضیا میگن میخواد پوز بده، پوز بده بگن انگلیسی میخواد صحبت بکنه. من دوست ندارم که یک جمعی که فارسیه انگلیسی، لغت انگلیسی به کار ببرم. کلماتی رو مثل اینکه به خصوص کلماتی که طبی هستن، الان یادم افتاد این گلوبال میشه جهانی. بعضی وقتا در ذهن من نمیاد، ممنون میشم شما بگید. ما به هر حال همون، درسته که اصفهان به دنیا اومدم ولی به هر حال دهاتی زاده هستم، پدر و مادرم از دهات اصفهان هستن، افتخار میکنم و اینجا هیچ ادعایی هم نداریم. از اینجا سلام میدم به تمام فارسی زبانهای دنیا، سلام میدم به تمام مردم کشور ایران، به تمام همشهری های اصفهانیم و به تمام همدهاتی های پدرم که از دهات های شهرزا هستن. و خلاصه به قول مولوی میگه از نیستان چون مرا ببریده اند، و از نفیرم مرد و زن نالیده اند. و واقعا گریه میکنه به حال اون کسی که از اصل خودش فراریه. و بینندگان عزیز، هیچ وقت از اصل خودتون فرار نکنید، اصل ما همونی که هست، همونی که هست. و عوضش نمیشه کرد. اصلا میخواستم سوال کنم، چون این سوالو خیلی زنگ زدم و تماس گرفتن از طریق تلفن و ایمیل، میپرسن تفاوت آوادنتال با دندانپزشکی‌های دیگه چیه، و چون میخوان اینا به شما بیان به اصطلاح قسمتی از آوادنتال بشن، شما محبت بفرمایید تفاوتو بفرمایید. ببینید، یک تفاوتی آوادنتال داره با از نظر رسیدگی به مریض با بسیار از مطب‌های دیگه، و اون یک استاندارد به خصوصی ما داریم. این استاندارد یک مینیمم هایی هست، یک حد اقل هایی هست که باید رعایت بشه. مثلا در تمیز بودن این دفترها، در طوری که ما لوازم دندان پزشکی رو باهاش کار میکنیم، یعنی اینکه کاربرد اون لوازم دندان پزشکی آیا چطور تمیز میشه، چطور استرلایزیشن اون انجام میگیره، همه اینا یک مینیمم هایی داریم، یک استاندارد هایی داریم که باید رعایت بشه. و اگر یک دفتری اون مینیمم ها رو، اون حداقل ها رو رعایت نکنه، ما اون دفتر رو اجازه نمیدیم که جزء از آوادنتال باشه. و توی لوازم دندان پزشکی هم همینطور، ما تا اونجایی که امکان داشته باشه ما از مواد شیمیایی استفاده نمی کنیم. مثلا اکس‌ری های ما دیجیتاله، دیولوپر استفاده نمی کنیم که مطب دیدیم دوباره بعضی از مطبای دندان پزشکی میشین یک بوی خیلی بدی میاد. اینا مواد شیمیاییه که توی عکاسی ها استفاده می کنن که یک عکسی رو دیولوپ می کنن، عکس از دهان می گیرن، اون عکس رو باید دیولوپ کنن. ما از اونا خودمون رو جدا کردیم و همه اینا دیجیتال کامپیوترایزد. و موادی که در دهان مریض ما استفاده می کنیم واقعا یه موادای خوبی هستن، موادای درجه یک هستن. من یادم میاد چند سال پیش که مسافرت داشتم به ایران عزیزمون، یادم میاد هر جایی که می رفتم و کاسبا به هر حال روی پدرم شناخت داشتن، پدرم واقعا برای ما خیلی زحمت کشید و هر جایی که ما هر چی داریم از پدرمون داریم، پدر و مادرمون هر دو خیلی برای ما زحمت کشیدن. و یه جایی میرفتیم روی اسب، روی حساب پدرمون که ما رو میشناختن، میگفتن که پسر فلان کسه اومده و فلان میوه رو از اون پشت براش بیارین، میوه مخصوص بیارین. ما این روش رو اصلا قبول نداریم و به نظر من اگر موادی استفاده میکنیم برای یه مریضمون، همون مواد رو باید استفاده بکنیم برای خانوادهمون. این نکته رو من میخوام بگم که من الان خودم خیالم راحت خواهد بود اگه برم پیش آقای دکتر برای کار دندان پزشکی، برای که بدونم که نظارت مخصوصی میشه روی هر کدوم از این مطب‌هایی که هستن و نظارت میشه که چه نوع موادی استفاده بشه و جرم داخل دهان من نشه، دستگاه ها کهنه و کثیف باشن، مشکلی پیش بیاد. اگر بدونم اینا چندین و چند گروه در تمام ایران و آمریکا هستن و شاید انشاءالله اروپا هم باشین، بعدها دنیا اصلا، من خیال من راحت تر میشه که برم یه همچین جایی. میدونم که دارن نظارت کامل میکنم و جای امنی رفتم که خیالم راحت تره که به همچین کسی دندونامو در اختیارشون بذارم. ببینید،
من چند وقت پیش بود مثلا همسرم اومدن توی که دفترهای ما کار دندانپزشکی داشتن، همون موادی که روی ایشون استفاده میشه همونیه که روی مریضی که تو صندلی اتاق بغلی هست استفاده میکنیم. ما هیچ چیز مخصوص نداریم که برای خانواده های خودمون مخصوص استفاده کنیم، برای دیگران یک مواد دیگه. میگن آدم هر چیزی که برای دیگران میخواد باید برای خانواده خودش هم بخواد. یه اصطلاحی هست به فارسی میگن مرگو برای همسایه یکی میخواد، مرگو برای همسایه نخواهیم. و این خیلی در مطابع ما رعایت میشه. تمام موادی که استفاده میکنیم درجه یک خوبه. و یک فرق دیگه که مطابع ما داره اون روش رفتار با مریضه. ما اعتقاد داریم که باید با مریض به بهترین نحو رفتار بشه. چون که شما ماشاءالله خودتون روانشناس هستین و میدونید خب وقتی که مریض یک مطب دندانپزشکی میره، این مریض واقعا ترس داره، وحشت داره. احتمال این که مطب دیگه قبلا رفته با اون بدرفتاری شده، با یک کارایی انجام شده که ممکنه این مریض تا مدت خیلی زیادی جریحه دار شده باشه و باید با این مریضا واقعا رفتار خوبی داشت. باید یک مریض طوری باش رفتار بشه که اونجا احساس بکنه که اینجا مال خودشه. اینجا بله، و در واقع آموزش هم بهشون میده که چجوری از دندونای خودشون مراقبت بله. کنن. همه اینها هست، ولی رفتار خیلی مهمه و ما برای اینا همه یک پروتکل داریم، یک سیستم و فرم داریم برای همه اینا که این مطبا باید همه رعایت بکنن. خب یکی از اینا اونه، از طریق به قول معروف از برای مصرف کننده، اگر بگیم برای کسایی که میان و از سرویس ما استفاده میکنن. حالا شما سوال کردین، اتفاقا از این یه برنامه که در تلویزیون داشتیم، ایمیل های زیادی شده، تلفن های زیادی شده و سوال میکنن که آیا دندان پزشکان چطوری میتونن با آوادنتال همکاری بکنن. و از اون نظر این مطب ها همه مال من نیستن. بعضیا فکر میکنن، میگن که وای چقدر مطب داره، چقدر وضعش خوبه. خدا رو شکر ما ناشکر نیستیم، خداوند هر چی به ما میده راضی هستیم. ولی این مطب ها مطب های من نیستن. من بنیانگذار یک سیستمی هستم، یک سیستمی که بقیه بتونن از اون استفاده بکنن. و از دندانپزشکای دیگه همه دعوت میکنیم که بیان در جاهایی که ما مطب نداریم. این مطب ها باید فاصله 5 مایلی همدیگه باشن، حدودم میشه 6-7 کیلومتر مثل این که. و نمیخوام این مطب ها با همدیگه رقابت داشته باشن و میتونن بیان و جزو کادر آوادنتال باشن. ما فرانچایز نیستیم، از اینا پول فرانچایز نمیگیریم. از اینا یه حالتی نیست که فکر بکنن که خب زیر این پوشش بیان دیگه استقلالشون از دست دادن. استقلالشون رو کاملا دارن، فقط یک کارایی که غیر قانونیه دیگه نمیتونن انجام بدن. بله. ما قبول نمیکنیم که توی که از مطبای ما یک کاری انجام بشه، مثلا فرض بگیرین بیمه یک شخص دیگر رو میارن میگن روی این بیمه شارژ کن، خب این کار درستی نیست. یا یک کاری مثلا ساب استاندارد، کاری که استاندارد نیست، زیر استاندارده، میخوان انجام بشه، ما اون کار رو اجازه نمیدیم. ولی اگر یه کسی واقعا آدم خوبی باشه، اخلاقش خوب باشه، کار دندانپزشکی خوبی هم داشته باشه، ارائه بده، میتونه جزو مطبای ما بشه و میتونن با ما تماس بگیرن. ایمیل منم ایمیل خیلی ساده ایه، همین ابراهیم اسم اولم و @avadental.com. آوا هم یادتون نره، دو تا ای داره. ما همیشه گفتم ما تقلب نکردیم که یه جورایی ایوا بذاریم که به اسم آمریکاییه، می‌خواستیم مشخص باشه که این اسم فارسیه. آوا اسم دختره. بعد می‌خواستم اضافه کنم اسم دخترتون. بله بله، چه قشنگه اسم. می‌خواستم اضافه کنم دیگه دنیایی نیست که آدم به تنهایی بتونه کار کنه. دنیای سیستم، دنیای نتورکینگ، همکاری. یعنی اگر بخوایم موفق بشین، به شما دندان پزشکان عزیز و به حتی به اشخاص دیگه، کارهای فیلدهای دیگه که هستن، شغلهای دیگه هستن، این بهترین سیستمی که دست به دست هم با همکاری
هم مشتریای بیشتری میتونین بیارین، هم خیال راحت بینیتون مطب و کارتون انجام بدین، نگرانی نداشته باشین. دنیا این دنیای سیستم بودنه و من خیلی خوشحالم شما این سیستم جدیدی توی این دنیای ما وارد کردین، برای دندونپزشکی قبلا نبوده یا من نشونده بودم. خیلی خوشحالم. در ضمن یه سری دیگه از دندان پزشکان گرامی هستن که میخوان بدونن اگه لایسنس ندارن و از ایران میان چجوری میتونن با شما همکاری کنن آقای دکتر قربانیان؟ اتفاقا خیلی جالبه، خیلی از دندان پزشکایی که از ایران اومدن آمریکا، اینا در صدد این هستن که مدرک آمریکا رو بگیرن، لایسنس آمریکا رو بگیرن و بتونن که اینجا مطب داشته باشن. در آمریکا یک چیز جالبی هست که به عنوان DSO بهش میگن، Dental Service Organization، و توسط فرمیشن DSO میتونن صاحب مطب باشن، چه مدیکال چه دنتال، و بعد میتونن دکتر هایر بکنن که براشون کار بکنه، به اصطلاح دکترهایی استخدام بکنن که براشون کار بکنن. خب نهایت یک، اگر به عنوان بیزینس به یک چیزی نگاه، به دید تجارت، چون که هر ببینید کار سلامتی رو واقعا نمیشه بعضی وقتا اسمشو تجارت گذاشت، به خاطر اینکه وقتی اسمشو تجارت بذارین بعد یه کارهای اضافه روی مریض انجام میدین که لازم نیست. نه. ولی در این حال هر کاری که شما انجام میدین یک جنبه تجاری هم داره. من. اگر جنبه تجاری نداشته باشه، خب پس اون نمیتونه بقا داشته باشه، نمیتونه ادامه داشته باشه. و هر کسی که هر کاری انجام میده، به قول پدرم خدا بمرز، به هر حال به یک امیدی انجام میده دیگه، به یک من. میخواد ببینه که بالاخره یک خانواده یا باش بچرخونه. بله مسلمه. روی حساب نهایت بیزینس دندانپزشکی، تجارت دندانپزشکی اگه اسمشو بخوایم بذاریم چیه؟ یک دندانپزشکی میاد مطب دندانپزشکی میزنه، 15 سال 20 سال 30 سال کار میکنه. خب بعد از اینکه این همه سال کار کرده چی کار میکنه؟ یک دندانپزشک جوانتری رو میاره به عنوان شریک، به عنوان کارمندش کار میکنه اونجا زیر لایسنس ایشون، یعنی و نه زیر لایسنس ایشون، اون دندانپزشک جدید میاد کار میکنه، اون دندانپزشک مسن‌تره یواش یواش میاد عقب و اون دندانپزشک جدید کار میکنه، یک سهمی هم به عنوان شریک به این هر ماه میده. این یک سیستمی که در آمریکا خیلی رایجه و خب نظر من اینه که خب کسایی که از ایران میان اینجا، حالا چه دندانپزشک هستن چه پزشک هستن چه حتی تجارت میکنن، اصلا تو کار تجارت هستن، این یک راهیه که باز شده براشون و میتونن بیزینس بزنن، میتونن مطب دندانپزشکی باز بکنن و زیر لایسنس یک دندانپزشک میتونن قانونن زیر DSO همطور خدمتتون عرض کردم مطب بزنن و در این حال از مثل یک بیزینس، هر بیزینس دیگه‌ای میتونه مثل بیزینس رستوران باشه، بیزینس گس استیشن باشه، به قول معروف پمپ بنزین باشه، فرقی نمیکنه. ولی به هر حال بیزینس دندان پزشکی یه جورایی میشه گفت که از تجارب قبلی هم استفاده میکنم. بله بله. کسی که قبلا بوده سنش دقیقاً زیاده. دقیقاً. اگر شما ایران دندان پزشک هستین، الان ایران هستین، میخواین دوباره واقعا توی هیته کار خودتون کار بکنید، میتونین که مطب بزنید مادامی که خودتون دست به مریض نمیزنید. یک دندانپزشکی اونجا کار میکنه و برای کورپریشن شما کار میکنه و به هر حال توی اون کار خودتون هستید. میگم اگه پزشک هم باشید این کارو میتونید بکنید، بیزنسمن هم هستید میتونید این کارو بکنید و بازدهی این بیزنس بازدهی خوبی داره و یکی از چیزای خوبیش خان دولتشاهی اینه که دورریز نداره. میدونید خیلی کم میشه. مثلا مواد دندانپزشکی معمولا شلف لایفشون 2 سال 3 سال طول میکشه که اگه یک مواد دندانپزشکی شما میگیرین توی مطب استفاده میکنید بعد از 2-3 سال مصرف نکنین باید دور بریزین. ولی اگر شما بیزنس هایی بزنید مثل رستوران، مثل خیلی از بیزنس های دیگه، خب شما هر چیزی که استفاده نکنید باید دور بریزین. این دورریزش خیلی زیاده. و اگر هم بیزنس های گس استیشن و فلان اینا باشه، خب بالاخره توی اون پمپ بنزین های آمریکا همونطور که اطلاع دارین مواد خوراکی هم میفروشن، بازم اون دورریز داره
و بعضی وقتا هم واقعا ما مجبور میشیم اگر بیزنس رستوران بزنیم، بیزنس گستیشن بزنیم، توی این بیزنس ها هموطنان ما مجبور میشن که دست به مشروب فروشی هم بزنن. نه. من اینو به عنوان جاجمنت نمیگم. اینجا ما نیومدیم که درس اخلاق به کسی بدیم، بگیم که آیا مشروب فروشی کار خوبی یا نیست، کاری به اون اصلا ندارم. ولی معمولا آدمایی که سر و کار دارن با کسایی که الکلی هستن و مشروب خیلی زیاد میخورن، خب اینا معمولا مشتری های دردسرداری هستن دیگه. شما اگر توی عرض کنم توی رستوران اگه میان ممکنه بدمستی بکنن، اون رستوران رو بریزن به هم. اگر توی عرض کنم خدمتون توی گس استیشن اگه میان، توی بومبنزین اگه میان، ممکنه روی حساب توی مطب و اینا ما چنین مشکلاتی نداریم. و یک به قول معروف نمیخوام خدا نکرده یکی فکر بکنه بگی که بگیم نه بگیم بیزنس شخصیت داریه به خاطر اینکه مثلا من دندان پزشک هستم. دلیلی که توضیح میدم نمیخوام هیچ بیزنسی رو داون بکنم مثلا. بگم که بیزنس خوبی نیست. ولی اون مطب دندان پزشکی چیز خیلی خوبیه که اگه بخوان مطب بزنن میتونم شما رو کمک بکنم. با دفتر مرکزی ما میتونید تماس بگیرید، با تلفن محبت کنید، با همون ترجیح میدم ایمیل بزنن. اگر ایمیل بزنن به ایمیل ما ibrahim@avadental.com و تماس بگیرن، من میتونم کمکشون کنم. لازمم نیست که با آوادنتال همکاری بکنن. ما وکیلی سراغ داریم، وکیل بسیار خوبیه که کارهای DSO انجام میده، فورمیشن اون کورپوریشن، که میتونن اگر غیر دندان پزشک هستن یا اگر لایسنس مجوز دندان پزشکی ندارن که خودشون دندان پزشکی بکنن، اون وکیل کمکشون میکنه این کار رو را بندازه و ما هم با اون کاری نداریم اصلا. یه جورایی میدونی خانم دولتشاهی، یه جورایی بعضی از متاسفانه توی تلویزیون ها یک بیزنسی شروع شده که به قول معروف زد و بند کردن ها. میان میگن شما اگه آمریکا میخواین بیاین $500,000 بدین. خب $500,000 میدن، بعد میگن خب پول وکیل 50 تا بدین، پول اینقدر بدین، پول اینقدر بدین. اینا هم تقریبا همه دستشون توی همه. ما خودمون رو از اینا مبرا کردیم، خودمون رو کشیدیم کنار. و حتی کسایی که میخوان دی اس او انجام بدن، ما به اینا میگیم این وکیل شما خودتون تماس بگیرید که یه وقتی خدا نکرده فکر نکنن که این وکیل که این پولی که میگیره دی اس او انجام بده، که واقعا با مبلغ کمتر از $5,000 میتونن این دی اس او رو فرم بکنن. هر کسی دیگه بخواد این دی اس او رو انجام بده $40,000-$50,000 خرج داره. با مبلغ $5,000 میتونن دی اس او فرم بکنن و چه مطب پزشکی چه مطب دندان پزشکی توی آمریکا احداث بکنن و میتونن مشغول باشن. یعنی اینو به صورت یه بیزنس میتونه کسی حتی دندان پزشک هم نباشه و به صورت بیزنس اینو نگاه بکنه. دقیقاً. و اینو با شما تماس میگیره و باز میکنه این بیزنس رو و دندان پزشکان دیگر باشون کار میکنه. همطوری خدمت رو عرض کردم، ما لازم نیست این مطب و آوادنتال باشن، با ما تماس بگیرن، ما اینا رو مستقیم در تماس میذاریم با وکیلی که دی اس او فرم میکنه. ولی همطور که شما فرمودین خانم دولتشاهی، خیلی سخته که تنها کار کردن. الان خود منم که این حرکت رو شروع کردم، با دندان پزشکای خیلی خوبی این کار رو شروع کردم، با اونا با همدیگه هستیم، با همدیگه شریک هستیم و این مشارکته که ما رو قوی تر میکنه، این مشارکته که لازمه که این حرکت پیش بره. بله، سیستم ما پیدا کردیم که سیستم در خیلی موارد تو زندگی خیلی کمک میکنه. ما حتی خانواده که تشکیل از پدر و مادر و مثلا فرزندان میشن، یه سیستمه در واقع و تک نفر سخت کار کردن با یک سیستم، مگر اینکه تو این سیستم باشیم ما. و این سیستمی که شما پیاده کردین که دندان پزشکا با همدیگه کار کنن و شما هم سوپروایزشون بکنید، نظارت بکنید، سیستم شما بسیار سیستم جالبی هستش. و به خصوص اینکه کسایی که حتی در کار دندان پزشکی نیستن و میخوان اینو به عنوان یه بیزنس و شغل باز بکنن، آقای دکتر ابراهیم قربانیان کمکشون میکنن که این مطب رو باز بکنن و با یک دندانپزشک وارد بیان و یادشون بدن کارو و از تجاربشون استفاده بکنن
و دکترای جوان ما بیان و این به عنوان بیزنس و کار تو آمریکا، اگر کشورهای دیگه میان، حتی اگر از اینجا هم هستن، درسشون تموم میشه، به هر حال نمیدونن باید چی کار کنن. اینا جدید هستن، هر کسی تو کارش جدیده و ایشون در واقع دستشون رو میگیرن. خیلی اهل کمک هم هستم، چون من شخصیتشون رو میشناسم، تعریفشون رو خیلی زیاد از همه جا شنیدم و خودم هم تجربه کردم. این در واقع کمکیه که دارن میکنن به دندان پزشکای جدید و جوان که یاد بگیرن کارو و تو این سیستم بیفتن. و حتی خیلی کسا کارشون رو خیلی خوب بلدن، ولی خب بیزنس کارو بلد نیستن. خود کار بلد بودن کافی نیست، بیزنسشو که چجور مشتری بیارن، چجور راه بندازن، چطور اصلا به قول معروف ستاپ، به قول اینجا انگلیسی ها یعنی که امریکایی، یعنی که نظم و ترتیب کارو، یه برنامه دیگه غیر از درس تموم شدنه. و خود این لازمش اینه که یه کسی بیاد اینجا و یادآموزی بکنه و یاد بده، و ایشون الان این کار دارن انجام میدن که واقعا من ازشون متشکرم که اینقدر کمک خواهند کرد به کسانی که تو این کار جدید میخوان بیان و میخوان بیزنس باز کنن و صاحب شغل و مقام و پول و تو این گروه باشن که تنها نباشن به اصطلاح. البته من وقتی که حرف پول میشه میگم واقعا دوست دارم آدمای کمک بکنم که دست بگیر داشته باشن ولی دست بده هم داشته باشن، چون که مگه آدم چند تا کت شلوار میتونه داشته باشه، چند تا ماشین میتونه داشته باشه؟ باید تا یک حدی که واقعا زندگی آدم بچرخه، تا حدی که بتونه زن و بچهش در رفاه باشن، ولی همه چی هم برای زن و بچه خودش نخواد، بچه های دیگه هم تو این دنیا هستن. و من شخصا وقتی که با یکی کار میکنم، وقتی میبینم اون شخص همه چی فقط برای خودش میخواد، به دلم نمیچسبه اصلا، و دوست دارم با کسانی کار بکنم که واقعا دوست دارن خدمتی به جامعه بکنن. چون که همونطور که پول چیز کثیفی نیست، خیلی کارا رو میشه حل کرد، خیلی کارا میشه باش انجام داد، ولی واقعا یک ابزاره. من به پول واقعا به عنوان عین مثل یک وسیله نگاه میکنم، آچار نگاه میکنم. این یه پیچ کشتی شما میکنیم، پیچو پیچ میدین از این طرف اون طرف، این آچار فرانسه به قول خودمون یک پیچ باز میکنید. اون پول هم باید واقعا یک وسیله باشه. اگر همه چیز پول بشه، اون وقت یه فاجعه ایجاد میشه، چه در دندان پزشکی چه در هر رشته دیگه ای. ولی باید به عنوان یک وسیله ازش استفاده کرد که بتونیم به مردم خدمت بکنیم. میخواستم سوال کنم از حضور شما که تو این مطب ها تمام کارهای دندان پزشکی انجام میشه دیگه، از ایمپلنت؟ درست میفرمایید، دقیقاً. خواهش میکنم توضیح بفرمایید. خوب شد شما به این اشاره کردید، من اینو فراموش کردم که خدمتتون بگم. مطب های ما اومدیم، ما یه کاری کردیم که تمام متخصصین رو زیر یک سقف آوردیم. یعنی اینکه ببینید، بعضی وقتا یک دندان پزشک به خاطر فشارهای مالی که ممکنه داشته باشه، ممکنه دست به کارهایی بزنه که اون کارها جایز نیستن. مثلا شما غیر ممکنه که بتونید منو راضی بکنید که من یک ایمپلنت توی دهن مریض بذارم. اگر هر مبلغ پولی هم به من بدید، من این کارو انجام نمیدم. آیا بلدم این کارو بکنم؟ بله. آیا این کارو قبلا کردم به عنوان پرکتیس؟ بله. ولی میبینم که کسی هست که اون کار رو بهتر از من انجام میده، کار رو باید دست کاردان داد، اونو گذاشتیم دست متخصص که متخصص اون پلنت رو انجام بده. الان مردان بزرگی، زنان بزرگی به جمع ما پیوستن. دکتر ثابتی یکی از جدیدترین اشخاصیه که به جمع ما پیوستن. دکتر ثابتی واقعا یک دانشمند هستن. دکتر ثابتی هم متخصص ایندودانتیکس هستن، رود کانال، و هم متخصص لثه و ایمپلنت. خب وقتی که یک مرد بزرگی مثل ایشون در مقابل من هست، من نباید حتی جرأت بکنم دست به ایمپلنت بذارم، چون که این کار ایشونه. هزاران هزار ایمپلنت انجام داده، ایشون لثه رو خوب متوجه میشن، و هر کسی باید واقعا به تخصص خودش دست بذاره. و این خاصیت مطب‌های ما اینه که ما اینا رو همه رو آوردیم زیر یک سقف. دندان پزشک عمومی کار عمومی انجام میده، متخصص کارهای تخصصش انجام میده، و نهایتا نتیجه این میشه که مریضای ما
بهترین سرویس رو دریافت میکنن. بله، بعد تو یک جا هستن، یعنی میبینن که مثلا مطب که میرن دندانپزشک میبینه که چه مشکلی هست و مشکلات بعدی که نمیدونسته مریض رو میبینه، بعد معرفی میکنه به اونایی که تو یه سیستم هستن، یعنی در تماس هستن با هم دیگه. یعنی من مطمئنم که با هم دیگه شاید سمینار دارم و یا گفتگو میکنم و راجع به اگر مشکلی پیش بیاد اینا دست جمعی کمک میکنم به هم دیگه برای یه نفر آدم. و خب این خیلی خیلی ماشاءالله شما دست گذاشتین روی نکته خیلی مهمی. چیزایی که شما میفرمایین خیلی اهمیت خانم دکتر دولتشاهی. ببینید اگر یک دکتری یک مریضی رو یه جای دیگه میفرسته، بعضی وقتا یک اون وسط این از این کامیونیکیشن، از این ارتباط یک چیزی از دست میره. بله. یک چیزی ممکنه همین دیگه این ارتباط برقرار درست نشه و همون میس کامیونیکیشن، شما اگر لغت فارسیش را یادتون اومد من بگید، سوء تفاهم. بله. اگر اون سوء تفاهم چیز بشه منجر به یک ممکنه یک فاجعه بشه. بله، اگه با هم در تماس نباشن، در تماس نباشن. بله، برای همین باید در تماس باشن و دارن صحبت میکنن. بله، این رابطه خیلی مهمه. اگه بتونن با هم هفته یک بار جلسه داشته باشن، تمام کسانی که تو سیستم هستن، تو اون محلی که هستن، به اندازه ایریایی که هستن، ناحیه که هستن، دور هم جمع بشن و راجع به مشکلاتی که پیش اومده و برای بهتر کردن سیستم با هم دیگه جمع میشن. و این جلسات رو من با اجازه ایشون میخوام افتخار داشته باشم که این جلسات رو چند جا براتون انجام بدم، محلش و کارشو و کمک بکنم. برای مثال هفته گذشته ما در واشنگتن و اورگان هم مطب داریم. هفته گذشته یک برنامه بود که یکی از دندانپزشکا سوال داشت و توش گیر کرده بود که من این مریض اومده فلان 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 کار رو داره و من نمیدونم، یه بنبستی شده برام. خب خیلی راحت ایشون با من داشت صحبت میکرد، همون آنی که صحبت میکرد تموم اکسا و پرونده و اکس ری از این مریض به من ایمیل کرد. من جلوی کامپیوترم نشستم دارم اینا رو نگاه میکنم و دارم با این دکتر صحبت میکنم. بهش گفتم به نظر من این جاهایی که به عقل من میرسه و من فکر میکنم این کار رو باید انجام بشه. همون آن با تلفن تریوی کردم و با یکی از متخصصین من صحبت کردم. با سه نفر صحبت. سه نفر و ایشون هم چیز کامپیوتر جلوشون بود و عکس‌ها رو با هم دیگه صحبت کردیم. کار این مریض در همون آنی که مریض توی صندلی دندانپزشکی نشسته بود با هم صحبت کردیم و یک برنامه ریختیم و کار اون مریض حل شد. وقتی که خب دکتر یک چیزی نسخه می نویسه، تجویز میکنه، میگه خب شما بریم پیش متخصص این کارو بکنه. بس. اون متخصص نگاه میکنه، بعضی وقتا از اسکرچ باید شروع بکنه از ابتدا باید شروع بکنه. بله. به خاطر اینکه همین این الان شما گفتی توی خیلی از دانشگاه‌های حتی دنیا این سیستم هستش که قسمت‌های ریسرچ دارن و تحقیقاتی دارن. بله. و اینا همین نوع به همین طریق به این سیستم با هم وصلن. وقتی با هم دیگه وصل باشن دیگه مریض نباید از اون در بره بیرون نگران بشه که چه مشکلی بعداً پیش میاد، کسی نمیدونه. یه دگمه رو فشار میدن و تمام متخصصینی که کار میکنن، دندانپزشکانی که با آقای دکتر ابراهیم قربانیان کار میکنن، همه در جریان هستن و بهشون ایمیل میشه و میدونن چه خبره و مریض که جلوشون میشینه مثل که قبلا اصلا دیده بودن این مریض. بله. و تمام تخصص هایی که وجود داره در دندانپزشکی و آخرین ها رو میارن وسط. بله. و من یکی خیالم راحته که پیش گروه شما بیام دیگه، این مسلم شدش. بله. چیز 10 دقیقه هم بیشتر از وقت برنامه مون نمونده. بله. دوباره دعوت میکنم از تمام دندانپزشکایی که دوست دارن با ما همکاری کنن حتما تماس بگیرن با ایمیل ما ibrahim@avadental.com. از کسانی که دندانپزشک در ایران بودن اومدن اینجا و دنبال این هستن که مطب داشته باشن و میخوان اون DSO رو فرم بکنن تماس بگیرن، در خدمتشون هستم من. از کسانی که بیزنسمن هستن و دوست دارن به عنوان یک بیزنس DSO باز بکنن، اونها هم میتونن تماس بگیرن، میتونم راهنماییشون بکنم. از تموم هموطنایی که صدای منو میشنون و دوست دارن هر کار دندانپزشکی هر جایی قرار انجام بدن، میتونن یک مشاوره رایگان در تموم مطبای آوادنتال داشته باشن، تماس بگیرن. در ایالت واشنگتن، کالیفرنیا و اورگان
میتونن با دفتر مرکزی ما avadental.com برن توی وبسایت ما، با دفتر مرکزی ما تماس بگیرن و از اونا کمک بگیرن که به کدوم مطب نزدیکتر هستن. یعنی کاریو در دندان پزشکی انجام ندین تا اینکه یک مشاوره رایگان با آوادنتال داشته باشین. این خیلی اهمیت داره، چون که شما 10 تا پیش 10 تا دندان پزشک مختلف میرید، ممکنه 10 تا چیز مختلف به شما بگن. ما به قول معروف برنامه ریزی کردن روی مریضای ما یک سیستم به خصوص داره که اونو خودم با همه دندان پزشکا در میون میذارم و به اونا تعلیم دادم. اینجا میخوام اینو خدمت شما عرض بکنم که در کادر ما بسیاری از دندان پزشکایی هستن که معلومات دندان پزشکیشون از من خیلی بیشتره و اینو به عنوان شکست نفسی اصلا نمیگم، اینو واقعا حق و حقیقت رو به شما میگم. چیزی که من تونستم و از دستم بر اومده اینه که این چیزایی که همه اینا میدونن همه رو زیر یک سقف بیارم و اینا همه با هم یک نتورک خوبی داشته باشن، که انشالله به زودی زود این نتورک رو در کشور عزیزمون ایران و کشورهای فارسی زبون دیگه وارد خواهیم کرد و خدمت شما حتما خواهیم آمد. دوست داریم که این نتورک در ایران ایجاد بشه که دندان پزشکا بتونن با هم یک رابطه خیلی قوی داشته باشن. نهایت کار و از همه اینا مهمتر اینه که نهایتاً بتونن یک دندان پزشکی خوبی به مردم ارائه بدن. به قول پدرم دو مرتبه میگه بابا آدم باید یه کاری بکنه که به اصطلاح پدر و مادر بیامرزی باشه. میخوایم یه کاری بکنیم که به هر حال پشت سر ما پشت سر پدر و مادر ما دعا باشه و اینو من واقعا اعتقاد دارم که به یک دلیلی ما توی این دنیا اومدیم و این دلیل نمیتونه این باشه که چند تا ماشین نو سوار میشیم، چند تا خونه سوار استفاده میکنیم، چه خونه بزرگی داریم یا چند تا لباس میتونیم استفاده بکنیم. یک هدف بالاتر از اون هست و هر کسی توی هر رشته ای هست واقعا باید به اون هدف بالاتر پی ببره و دنبال اون هدف بالاتر بره. کاری هم به دین، مذهب و اعتقادات اصلا نداره. در هر کاری که واقعا هستید ببینید که اون هدف والاتر چیه. من خودم شخصا احساس کردم اون هدف والاتر اینه که این نتورک ایجاد بشه و یک سرویس بهتر با قیمت بهتر به مردم ارائه بشه. بله خیلی، من راستش می‌خواستم سوال کنم، این نکته جالبی شما فرمودین قبل از اینکه بیایم روی اکران که راجع به روانشناسی دندان پزشکی می‌خواستین صحبت کنید. بله. میخواستم خودم هم بدونم در زمین. البته فرصت زیادی نیست دیگه، هر وقتی که به ما ما رو خواستن قطعمون بکنن دیگه ما اینجا مهمون خانم تهرانی هستیم. از تمام کارکنان این تلویزیون هم خیلی واقعا متشکرم، اینا خیلی زحمت کشیدن برای ما و واقعا از همه کادر ممنون هستیم، متشکر هستیم و انشالله که در آینده نزدیک راجع به روانشناسی دندان پزشکی هم صحبت بکنیم. فکر کنم امروز دیگه وقت ما تموم باشه، انشالله که بازم به 3 دقیقه فکر کنم بیشتر وقت نشه. 3 دقیقه وقت داریم که میخواید اگر میل دارید هر چیزی که میخواید، سیستم های کارهای جدیدی که اومده توی دندان پزشکی که بله. ما اطلاع نداریم، انشالله در آینده نزدیک راجع به صحبت میکنیم. راجع به دندان پزشکی، راجع به روانشناسی فقط میخواستم این نکته رو بگم توی این یک کوچولو وقتی که هست و انشالله در آینده نزدیک یک ساعت کامل به اون بپردازیم. اینو همیشه بینندگان عزیز داشته باشین از خودتون که هر پزشکی میرید، هر دندان پزشکی میرید، فکر نکنید که خب این یک مدرک تحصیلی داره، اگر من این حرفی بزنم ممکنه بهش بر بخوره، ممکنه دکتر ناراحت بشه. چرا ناراحت بشه؟ شما باید یک حقی دارید توی یک دفتری که میرید، واقعا حق دارید. اگر اونجا میرید واقعا میبینید دندان پزشک دستکشاشو دستش کرده، ولی بعد اینکه دستکشارو دستشون کردن به کشوی میز دست گذاشته، به دیوار دست گذاشته، به کلید برق دست گذاشته، بعد میخواد توی دهن شما دست بذاره، خب این دستکشا الان چیز شدن دیگه، کراس کانتامینیشن داره و نباید به شما دست بذارن. خیلی راحت به دندان پزشک بگین، به اون پزشک بگین، بگین آقای دکتر خیلی ببخشید، ممکنه شما فراموش کردین، ولی بعد از اینکه دستکش دستتون کردید به چند تا چیز مختلف دست گذاشتید. به همین دلیل من همسرم هر وقتی که پزشک میره و به من میگه باید دنبال من بیای، میگم چرا؟ میگه خب تو روت میشه به اینا بگی مثلا اونجا اونو تمیزتر نگه دارن، اونو فلان کنن، اونو چیکار کنن. و واقعا اگر شما اون به قول معروف اون رو نداشته باشید، اون صحبت رو نکنید، برای خودتون بده. و آدم وقتی که هر جایی میره و احساس بکنه که یه جایی
در مخمصه قرار گرفته و اون نمیتونه از حق خودش دفاع بکنه، نمیتونه اونجا حرفش رو بزنه، این خودش از نظر روانشناسی آدم رو یک موقعیت خیلی بدی قرار میده. بله، ممکنه آدم مثلا تنس بشه، احساس وحشت بهش دست بده، مثلا دندان پزشک. این باید آرامش داشته باشه اونجا و توی این محیط. و همیشه اینو داشته باشین که ببینید شما پیش دندان پزشک میرید، همونطوری که دندان پزشک اونجاست و به شما داره خدمت میکنه، همونطور هم شما دارید به دندان پزشک خدمت میکنید با پولی که اونجا پرداخت میکنید. و حتی اگر اون دندان پزشک کار شما رو قبول بکنه که مجانی انجام بده، رایگان انجام بده، چون که اون قبول کرده کار شما رایگان انجام بده، به هر حال اون مسئولیت رو نسبت به شما داره. و اون مسئولیت در نظر داشته باشین که اگر کاری انجام میدن که شما احساس ناراحتی میکنید، ممکنه یک دندان پزشک ممکنه خیلی چیز ساده ای دارن رو شما کار میکنن، همینطوری که اون به قول معروف اون بیب گذاشتن، دستمالی که اونجا گذاشتن، ممکنه روی اون دستمال آینه رو بذاره. خب اون مریض ممکنه احساس راحتی نکنه، مخصوصا اگر یک جنس از خانمی باشه، باید بگه، باید بدن راحت باشه بگه. و همیشه اینو همیشه در نظر داشته باشین، دست چپتون رو بیارین بالا، چون که دست راست ممکنه دندانپزشک داره کار میکنه بخوره به درل. آها، این خیلی نکته مهمیه. دست چپتون رو بیارین بالا، مگر اینکه دندانپزشک شما دست یعنی چپی باشه. یعنی من سوالی دارم، یه مشکلی پیش اومده آقای دکتر. متاسفانه ما از معلومات شما هر چی استفاده کنیم کم هستش، ولی وقت ما داره تمام میشه. ان شاء الله بازم خیلی متشکرم از تماس بگیرید، در خدمت شما هستم. avadental.com خواهش میکنم تماس بگیرید و نگاه بکنید، توضیحات بیشتری رو داده خواهد شد و در برنامه بعدی انشالله در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم. ممنون شما خانم دولتشاهی، شما هم راه درازی اومدین اینجا که در خدمت بینندگان باشین. انشالله بازم شما رو در رویال تایم تیوی میبینیم و با هم مصاحبه خواهیم تو صحبت خواهیم کرد. بازم متشکر و ممنون، خیلی متشکر از شما بینندگان عزیز که این برنامه ما رو نگاه کردید. ایمیل ما رو یادتون نره، ibrahim@avadental.com و وبسایت ما هم هست avadental.com. یادتون نره دوتا ای داره. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.